سلام، به هر ساعت خبر با منازده بخشی از یک خوش آمدید. مشروع خبرها، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در صفحه اکسش نوشته است که بر اساس هدایت رهبری امارت اسلامی، هیئت بر ریاست ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی هفته آینده به قطر خواهند رفت در نشست سوم دوحه اشتراک کنند. نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد تا کمتر از یک هفته دیگر در قطر برگزار خواهد شد. بخش زنان سازمان ملل گزارش داده است که در 113 کشور جهان هیچ رهبر زن وجود ندارد و تنها 26 کشور توسط زنان رهبری می شوند. این نهاد گزارش تازه منتشر کرده که آمار زنان در پست های رهبری، اجرایی و در رأس وزارتخانه ها را نشان می دهد. بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که زنان در تمام سطح های تصمیم گیری و اجرایی در سراسر جهان کمتر حضور دارند و دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی هنوز یک هدف دوردست است. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان، میگوید بدون مشارکت زنان در بحث‌های مربوط با این دین کشور هیچ گونه راه حلی برای چالش‌های صلح، ثبات و امنیت در افغانستان وجود ندارد. خانم امیری به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زنان در دیپلماسی و نقش حیاتی زنان در سراسر تاریخ افغانستان اشاره کرد. حزب زنان و حقوق آنان از سیومین نشست دوحه انتقادهایی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. شماری از فعالان زن و سیاستمداران افغان خواستار تحریم این نشست شدند. رئیس ریاست سوم سیاسی وزارت خارجه در واکنش به نشست ویانا اشتراک کنندگان این نشست را گروه سرگردان خطاب کرده است. ذاکر جلالی گفته است افرادی که بدون طرح و پشتیبانی مردم چشم امید به اقدام خارجی ها دوختند محکوم به شکست هستند. این واکنش در حالی مطرح شده است که برخی از جریان های سیاسی و چهره های مخالف امارت اسلامی در پایتخت ادریش چهارمین نشست ویانا را برگزار کردند. ایران و پاکستان در یک روز نزدیک به 4000 پناهجوی افغان را به گونه اجباری و داوطلبانه به کشور برگشت دادند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که پناهجویان برگشت داده شده از طریق گذرگاه های مرزی در ولایت های نیمروز و قندهار وارد کشور شدند. مسئولان ریاست معارف سرپل از بهبود کیفیت آموزشی در این ولایت خبر دادند و گفته آنان با ساختن مکتب‌های جدید و با سازی ساختمان‌های تخریب شده وضعیت آموزشی در این ولایت بهتر شده است. در همین حال شماری از دانش آموزان از بهبود وضعیت آموزشی در این ولایت استقبال کرده و خواهان ایجاد صنف‌های کامپیوتر و فناوری شدند. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. با برنامه های یک همراه باشید. خدا نگهدار.